موضوع صلح و جنگ افغانستان چه خواهد شد؟ آیا رفت آمد وزرای خارجه کشورهای متعدد باعث این خواهد شد تا موضوع صلح و جنگ افغانستان یک طرفه شود؟ به برنامه نگرش خوش آمدین. در آغاز توجه بکنین به گزارش. دریافت راه حل منازع افغانستان. قرار است دوشنبه وزیر خارجه اندونزیا به کابل بیاید و با مقام های افغانستان روی مذاکرات صلح کشور گفتگو کند. در حال حاضر ما سفر وزیر خارجه را به افغانستان ترتیب می کنیم. در صورت امکان او از آن کشور برای حمایت از تلاش های صلح در آنجا دیدار می کند. دولت اندونزیا متعهد به ایفای یک نقش حمایتی از روند مصالحه و توسعه صلح در افغانستان است. وزیر خارجه افغانستان هم با همتای اندونزیاییش درباره پشتیبانی پاکستان از هراس افغانان و وجود منابع آموزش و تنبیل هراس افغانان در آن سوی مرز گفتگو خواهد کرد، اما بحث روی چگونگی فعالیت دفتر سیاسی طالبان در قطر در آژندای این دیدار نیست. قرار است وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در مورد منابع اصلی تمویل تروریسم طالبان و همچنین در مورد میدانهای تمرینی هراس افغانی و انتحار در آن سوی مرز با وزیر امور خارجه جمهوری اندونزیا گفتگو بکنم. گفته می شود که اندونزیا دوست خوب پاکستان است و این نزدیکی روابط برای گفتگوهای صلح افغانستان اثر گذار است. شاید یک نتیجه ای را داشته باشه و از این فعالی نیک می گیریم که تلاش برای صلح شود. تا اکنون بسیاری از کشورهای منطقه و جهان به نحوی در روند گفتگوهای صلح افغانستان نقش داشتند، اما هیچ کدام نتوانسته کشتی صلح را به ساحل پایان منازع افغانستان برساند. مهمانان من در بحث خانم نیلوفر ابراهیمی عضو مجلس نمایندگان، آقای رشید رشاد آگاه سیاسی. و برای ما بسیار خوش آمدین. بسیار خوش آمدین آقای رشید. از شما آغاز میکنیم. فکر میکنین که امریکا یا وزیر خارجه امریکا یا وزیر دفاع امریکا نتانست، یا آقای ترامپ با استراتژی جدیدی که اعلان کرد نتانست موضوع صلح و جنگ افغانستان مشخص بکنه؟ یک وزیر خارجه اندونزیا، کشور اندونزیا به افغانستان میایه و پای طالبانه به میز گفتگو با حکومت افغانستان میکشانه؟ به نام خدای عدالت و آزادی، با کسب اجازه از شما و عرض حرمت خدمت مهمان برنامه و شنونده های تلویزیون آریانا، من فکر میکنم که از اگر برگردیم به واژه صلح، واژه صلح ابعاد فوق العاده بزرگ و بزرگی داره و راه طولانی داره که نمیشه با چند اقدامی که در طی 13-14 سال صورت گرفته خلاصه کنیم. ما با دو دیدگاه وارد از این بحث میشم که بحث صلح و جنگ در برابر دشمنان داخلی و یا هم دشمنان خارجی که ما داریم از رویکردهای حکومت هاست و استراتژی آخر ایالات متحده آمریکا هم که در ارتباط به صلح و جنگ تاکید داشته و فکر میکنم که یک مسئله خیلی بجا و حسابی بوده. اما اگر ما این صلح و جنگ بیاریم در بستر اجتماعی و سیاسی افغانستان با مخالفین بحث کنیم، فکر میکنم که داشتن اردو دروازه و اردو واژه نیاز و ضرورت است. به دلیل از اینکه ما باید دروازه صلح را از راه دیپلماسی یا رسیدن به صلح از طریق دیپلماسی را باز نگاه کنیم، در عین حال روحیه جنگی را نباید ضعیف بسازیم و قوت‌ها و جنگ که در خطوط جنگی افغانستان است اینا را تقویت بتیم و روحیه جنگی را به بهانه صلح از نزد نیروهای جنگی نگیریم تا این که مخالفین از بود جنگی باز با روحیه تسلیم شدن بیاین. ولی خانم رحیمی، شکر خدا که شما عدلقل تعریفی از دو دشمن دارین که دشمن داخلی و دشمن خارجی در افغانستان. حکومت افغانستان از 2001 یا 2003 یا 2007 به این طرف تعریف مشخص از دشمن واقعی خود نداره. صلح با کی و چگونه؟ ما فکر میکنین که
حکومت، وقتی که ما میگیم هدف ما از حکومت افغانستان، حکومت افغانستان میکانیزم مشخص یا برخورد مشخص با پروسه صلح و جنگ افغانستان نداره. اگر اجازه میدادین که ما می سلسله صحبت از پیش ما نمیرفت، به خاطر که ما میامدم از بود جنگ چه قسم داخل میشیم ایره هم تشکیل کردم، ماجرا داریم زیاد بشنویم. اما به هر حالتش یعنی ما یک کشور فقیر هستیم با یک جغرافیای پیچیده، نیاز به صلح داریم و صلح ما باید با شما موافق هستم که تعریف داشته باشد. دلیل نداشتن تعریف حکومت های ما از صلح هم یک منطق دیگه دارد. اگر باز ما قبل از اینکه خیلی به صلح صحبت کنیم بریم به ابعاد جنگ، وقتی که با دلایل جنگ پرداخته میشه، با ابعاد جنگ پرداخته میشه، طبیعی است که ما یک گام نزدیک میشیم به طرف رسیدن به صلح. اگر ما او رقم صحبت خود آغاز کنیم باز برعکس، ما باز در جنگ خود جنگ داخلی و جنگ منطقوی داریم. کشوری فقیری که آب یک بوتل آب عسکر خودش توانایی خریدن نداره، در یک موقف جنگی قرار داره که ام بود داخلی داره جنگش، ام بود منطقوی. شما چی توقع دارین که با این همه یک کشور و با این همه یک جغرافیا با موجودیت امچنان امسایه ها و موقعیت استراتژیکی که افغانستان داره ما چطور میتونیم به صلح برسیم؟ یعنی نمیشه که ما خب چون که ما ببینین ابعاد داخلی جنگه، ما کشت قاچاق مواد مخدر یکی از دلایل جنگ است، درست؟ فساد گسترده موجوده در حکومتداری های ما دلایل دیگه است، ضعف حکومتداری، مسائل قومی، مسائل تنظیمی، ضعف در نهادهای قضایی، بی‌اعتمادی سیاسیون، متعلق بودن سیاسیون به همسایه ها و اتهاماتی که بر سیاسیون است و تا جایی هم حقیقت هایی است که ما میبینیم، اینها اما دلایل داخلی جنگ افغانستان است. خب ما باید به یا بپردازیم برای رسیدن به سال، یعنی عاجل بریم برای اینکه امریکا چی کرد و اندونزیا چی میکنه، که ما به اونجا هم اشاره می داشته باشم. بود منطقوی که از شما یقین دارن و مردم افغانستان اینو درک میکنن که ما در بود منطقوی قیمت جنگ یا ارتباطات پاکستان و هند میپردازیم، ایران و عربستان سعودی را میپردازیم، امریکا و چین را میپردازیم و در عین حال نفوذ روسیه و نگرانی امریکا را هم میپردازیم. ما نباید از حقیقت‌های موجوده کشور ما و موقف که داریم به دور بریم و ایره همه به شعار و خیالی بیاییم تشریح بتیم. با در نظر داشت از این مسائل ما میاییم برای اشاره میکنیم که ما نمیتونیم رای دروازه دیپلماسی برای رسیدن صلح را بسته کنیم. موجودیت یک تشکیلی به نام شورای صلح در یک کشور که عزمش رسیدن به صلح نشان بده با وجود نقدهایی که داریم یک چیز بجا تقریبا است، که نقد و انتقاد طبیعی است که با شورای صلح موجود است که طریقه هایی را که پیش گرفتن درست نیست در طی 15 سال البته، اما عزمش به دنیا از لحاظ شکلیات نشان میده که ما داریم. ولی ما نباید باز هم روحیه جنگی رو از بین ببریم. روحیه جنگی شما میفهمید که مصارف یک سرباز که در جنگ است. ببینید ما نسبت به خارجی ها اگر ما از شکل بسازیم، شما شکل میگین حکومت افغانستان شکل به نام اما کمیسیون صلح یا اداره صلح هم میسازن، ما نسبت به خارجی ها به صلح زیاد نیاز داریم و شد نیاز داریم که اقدام بکنیم. خب برین خیلی بسل تعریف داریم تا ببینین ما مستقل نیستیم. بیاین او قسم بر مردم بگوین به عنوان نماینده مردم، ما براتون میگم که ما کشور مستقل نیستیم که تصامیم خود مستقل بگیریم. امیال امریکا کمکای خود قطع کنه، همه ما شما و خودت از کجا میشه؟ ما شورا وقتی که وکیل صاحبا فریاد میزنن که پیمان استراتژی به جای نیست باید برطرف شوه، کس باشه برش بگه که پیمان استراتژی نباشه، ما شما وار از کجا میگیری؟ ما ببینن ما کشور مستقل نیستیم. ما جنگ های نیابتی را در داخل داریم، هیچ کس از او انکار کردن نمیتونه. ما میدان جنگ نیابتی بین همین چند کشور هستیم که میگیم. پس از صحبت هاتون برمیاد که این شکلیات شکلیات بی معنا نه، شکلیات تنها در یک چیز واضح است که بی معنا است. ما تنها شکلیات ما در بخش شورای صلح گفتم که حداقل داشتن یک عزم بر شکلیات تا جای بلد. معقول است، با وجود که مصارف اگر بیایم محاسبه کنیم نیست، ولی تا جای ولی من میگردم پس به این بس بر شما میخوایم از آقای در بخش سفر وزارت خارجه بس میکنیم صحبت میکنیم. آقای رشاد بعض موضوع صلح و جنگ افغانستان چرا پیچیده است؟ یه چیزی که خانم نیلوفر بحث کردن به اندازه با جغرافی گدوده که ما داریم یا وضعیتی که ما داریم یا اما در نقطه ژئوپلیتیک و اکونومیکی که ما قرار داریم نمیشه که تعریف مشخصی از وضعیت صلح و جنگ ما داشته باشیم. سلام عرض ادب میکنم به حضور تمام بینندگان تلویزیون و
خانم نیلوفر ابراهیمی وکیل پارلمان و دوستان عزیز ما که در این تلویزیون کار میکنن. خب البته دو بحث کلانی در قسمت صلح وجود دارد، دو مؤلفه بسیار بزرگی برای رسیدن به صلح هست. صلح اگر به مفهوم خوشکانیدن خوشونت در جامعه باشه، در مملکت باشه، یا جغرافیایی که ما قرار داریم به نام افغانستان باشه، رسیدن به او نیاز زمان و تلاش های بیشتری را میخواهد و کارهای بنیادی میخواهد. هر از گاهی که ما وقتی که موقعیت افغانستان هم در یک جغرافیا قرار گرفته، در یک وضعیت قرار گرفته، میتونه هم فرصت ها باشه هم تهدید ها میتونه شوه. اگر مدیران ارشد افغانستان با کارگری درست پالیسی با همسایه ها با منطقه نداشته باشه، میتونه یک جغرافیا خطرناک برای خود و برای دیگران باشه. و همینطور که اگر بتونن بهتری برای شوی بهتر اگر مدیریت بکنن، میتونه فرصت های بسیار خوبی برای ترانزیت کالاها برای منطقه باشه. بود اولی که خانم نیلوفر هم اشاره کردن، بنده هم موافق با مسائل هستیم که بحث خارجی است که بیشتر در جهان قرار داریم. استقلال بودن کشورها بمانان یک شعار وجود داره. اگر شما ببینید که نه تنها افغانستان بلکه خیلی از کشورهای منطقه و حتی جهان و حتی اروپا مستقل نیستند. البته وقتی که تعریفی از نوع اقتصاد اگر تعریف بکنیم، هیچ کشور مستقلی در دنیا وجود نداره که از بود اقتصادی بحث بکنیم. حتی امروز بله. امریکا و چین. اگر من گستاخی نکرده باشم و داخل صحبتتان داخل نشده باشم، آقای رشاد، شما در آغاز صحبتتان از یک مدیریت بیان کردین که برمیگرده به حکومت مستقل مانند افغانستان. شما در آغاز صحبتتان گفتین که این حکومت افغانستان است که میتونه که دو بوده هم فرصت ها را از فرصت ها خوب استفاده بکنه و چالش ها را به فرصت تبدیل بکنه و میتونه فضا را بسازه. به این معنا که ذهن اولیتان این را با این باور را میرسانه که نه، حکومت افغانستان چنانی که خانم نیلوفر باور هستند که از الفتایا ما مستقل نیستیم چیز دیگه میگن. گرچند مستقل بودن بحث جدا هست که اگر قرار باشه ما کشورهایی که امروز در پای خود ایستاده شدن و در منطقه و اسلام از نظر اقتصادی مثل قزاقستان و ازبکستان رو هم در نظر بگیریم، کشورهای چندان مستقلی نبودن، ولی در جریانی که تحت سلطه یا تحت استعمار استثمار کشورهایی بودن، تانستن اونو مدیریت خوب بکنن، از او استفاده بکنن. اگر ما حضور نیروهای خارجی رو با اونان یک تهدید در افغانستان فکر میکنیم یا استقلال افغانستان رو برهم میزنن، و باید باور نیستم. در حالی که اگر شما ببینین جنگ هم مصیبت ها را به وجود میاره، هم فرصت ها را ایجاد میکنه. شما با جنگ تکنولوژی وارد میکنین، با جنگ تجربه ها را وارد میکنین. افغانستان زمانی که شما ببینید در زمان ظاهر شاه یک قحطی اندکی صورت میگرفت، افغانستان در فاجعه بسیار بزرگی قرار میگرفت. مثلا کشور زمان سال بنگلادش هم اسمش گذاشته و با ما گرچه طرفدار انقلاب 7 ثور و 8 ثور نیستم، با ورود قوای روسی یک سلسله ذهنیت ها و مردم در بیرون درس کردن، رفتن دنیا را دیدن و تجارت را باز کردن. به لحاظ ما از اون جنگ هم میتونیم فرصت های درستی را ایجاد بکنیم. مثلا والا خیلی از کشورهای وجود داره که خیلی از ملت های وجود داره که انتظار کشیدن وزیر خارجه آمریکا را در کشور دارن. خیلی از کشورها ما به عنوان یک محصل در خارج هم درس خواندیم، ولی خیلی خوشحال میشن وقتی که اگر وزیر خارجه یک مملکت ابرقدرت برن در اونا در مملکتشان، اونا به عنوان یک فرصت محاسبه بکنند. برعکس در افغانستان ما را به عنوان یک تهدید نگاه میکنیم. اگر قرار باشه ما بحث کلی مایه باشه که ما مستقل باشیم، به نظر ما هیچ کشوری نمیتونه فعلا مستقل باشه. بحث اساسی که ما را بیشتر به صلح پایدار نزدیک میسازه، او بحث درونی است. بله، مشکلات داخلی چیزی که داخلی ما مشکلات بله. چیزی که خانم نیلوفر اشاره کردن با دشمنان داخلی و دشمنان خارجی، در مورد دشمنان حرف نمیزنیم. بگذاریم ما یک وقفه بگیریم، بعد وقفه بر بگردیم و بحثی که چرا ما از فرصت ها خوب استفاده نکردیم. و بس اول ما با خانم نیلوفر خواهد بود که سفر کشورهای منطقه و کشورهای سارک آیا نتیجه خواهد داد؟ بیننده های عزیز توجه بکنین به وقفه کوتاه، بعد وقفه برمیگردیم به بحث. دوباره خوش آمدین خانم نیلوفر. نتیجه ما تا این رسیده بود که سفرا یا وزرای خارجه کشورها وقتی که بر مسئله افغانستان میان، به افغانستان
ما در یک دهه گذشته تجربه داشتیم، اما نتیجه خوب نداشتیم از آمدن ها و رفت آمد ها. وقتی وزیر خارجه اندونزیا به افغانستان می آید و دقیقا صحبتشان در مورد کشاندن طالبا به میز مذاکره هست، چی میگین شما؟ اجازه بدین که ما یک کم به عقب برگردم، چرا که بحث پراگنده بیننده هم نتیجه نمیگیره که ما بیشتر بگیم و کمتر شنونده داشته باشیم. وقتی که ما صحبت می بود که ما مستقل نیستیم، از الف تا بیا مستقل ما نگفتیم که از الف تا بیا مستقل، ما چالش هایی را که داریم توقع نداشته باشیم که سال یک روزه میایه. و اولین جمله ما این بود که سال از نامش معلوم است که بسیار پیچیده است و رسیدن به سال زمان گیر است. به این خاطر در کشور مثل افغانستان به جام می خواهیم تذکر بدم که بله ما فرصت هایی داریم با آمدن حضور خارجی ها، ولی بیاین ما اول از خود بگوییم ما وقت چالش های داخلی خود حل کرده نتانیم، به کمک کننده ها و دونر ها از خود ظرفیت نشان نتیم. یک چیز واضح است که طفل ناکاری بازیگوش تنبل در داخل مکتب هم و در صنف هم مورد توجه استاد قرار نمیگیره، نسبت به او شاگرد که متوجه زیرک است، تیزفهم است، هوشیار است، مورد توجه استاد قرار میگیره. ما از فرصت های موجوده که باید استفاده میکردیم به اشاره صحبت های استاد که متاسفانه نکردیم، ولی هدف ما از مستقل نبودن که ما ذکر کردیم، بازم تاکید میکنم، وقتی ما توان خریداری یک بوتل آب و بوت سرباز خود از بودجه ملی خود نداریم، یک چیز واضح است که کشور در حال جنگ با این متری یک وضعیت میباشه، ولی ما چطور میتونستیم که استفاده کنیم، ما چطور میتونستیم قدرت خود نشان میدادیم تا دنیا ما را جدی میگرفت. ما هنوز از چند توته شدن دیوارهای هر که بین خود است خلاص نشدیم، آمده به چند حزب که تمام 30 سال مملکت تک تک کردن و خوردن و به یغما بردن، هنوز آمدن با دیوارهای سیمیتی که اطراف خانه هایشان گرفتن افغانستان در گرو خود گرفتن. ما از چالش های داخلی بسیار سطحی و ساده خود نتانستیم تا حال بیرون شویم. به این خاطر این کمک های کشورهای دنیا بر ما تأثیر گذاری به جای اینکه مثبت کنه، چون ما نتانستیم درست استفاده کنیم، تأثیرات منفی خود در عدم استقلالیت می داشته باشه که یکم واضح شوه. بحث دیگری که ما بازم تاکید میکنیم با موجودیت جغرافیایی که داریم و همی کشور اندونزیا مثلا که میاین که ما سفرشان خیر مقدم میگیم، اینا نه از لحاظ نظامی نه از لحاظ استخباراتی با کشور افغانستان بستگی و یا وابستگی های دارن که ایره همه میدانن، ولی چیزی که هست آمدن از وزیر خارجه نشانگر از است که یک همسویی با امریکا است و امریکا برای تطبیق استراتژیش در جنوب آسیا با از همکاری های منطقوی خود استفاده میکنه که اندونزیا جز از او میباشه. و در ضمن اندونزیا از لحاظ نفوذ سیاسی و اقتصادی بالای هند، پاکستان، چین و حتی هند و پاکستان و چین ای تاثیرات خود داره، تاثیر از لحاظ سیاسی و اقتصادی. پس میتونه به عنوان یک کشور کمک کننده مثلا در سطح منطقه در یک گفتمان تاثیر گذاری خود داشته باشه، میتونه که امو پیام یک اجماع ملی را برای تعیین خطوط قرمز برای رسیدن به سال در سطح منطقه تأثیر گذاری داشته باشه، بنابرامو دلایلی که داره. یعنی ما نمیتونیم که راه دراز صلح را خلاصه کنیم برای 14 سال، خلاصه کنیم با آمدن یا حضور چند کشور، بلکه ما اولا صلح هیچگاه از راه تضرر نمیشه. بله. و یک چیز دیگر رو میخوایم اشاره بدم آقای اسرت، که اولا ما باید پیش خود این تحلیل داشته باشیم که دشمن از این واژه صلح به نام واژه صلح چی نوع تعریف داره. شما فکر میکنین که طالبان تعریف آشتی و مذاکره را داره؟ نه خیر، برعکس حکومت و دولت افغانستان، طالبان از صلح تعریف یا مفهوم تسلیم شدن به کشور به حکومت افغانستان و حتی تسلیمی برای امریکا و با واژه‌ای که خودشان میگن کفار، با این مفهوم تعریف دارن از حال. وقتی که دشمن یا مخالفین حکومت تعریف صلح را با این دیدگاه می داشته باشه که در 15 سال ما شما تجربه کردیم که اونا تنها تعریف به نام صلح ندارن و راهشان راه جنگ است. به این خاطر ما فکر میکنم که ما بهترین استراتژی همیست که ما صلح و جنگ را پلوی هم دیگر بانیم، از هر دو واژه استفاده کنم به طریقه هایی که شما از یک راه دراز صحبت میکنین که ما بیرای دراز قربانی میتیم خانم نیلوفر و قربانی بسیار بد میتیم. شما ببینید، من خب چیز دیگه که با پس بگردیم به این بحث ما، شما از کشور اندونزیا، کشور هم نظر و همسوی امریکا صحبت یادآوری کردین.
اندونزیا کشوری است که رابطش با پاکستان زیاد خوب نیست. ما مشکلات جدی که داریم با کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران داریم. فکر میکنین که وقتی که استراتژی آقای ترامپ بر پاکستان نتیجه نمیده، آمدن یا سفر وزیر خارجه اندونزیا میای به افغانستان و نتیجه میخواد؟ من زیاد باورمند به استراتژی روی خط آقای ترامپ در مورد پاکستان نیستم. من نظر شخصیم است که باورمند نیستم. هیچ وقت امریکا دوست جنگای سرد خدا آمده قربان ماوری یک طفل ناکام بازیگوش تنبل غیر قابل شخصم به شما بگیم که ما توانایی زیری نداشتیم که به امریکا ثابت کنیم که ما توانمند هستیم، ما متحد هستیم، ما قوی هستیم، ما از پول شما استفاده مثبت میکنیم، ما میریم با همکاری‌ها یا حضور شما را مثبت مینگریم، میریم به طرف سال. درست؟ شما یک شما حکومت افغانستان رو به یک چالش کلان قرار میدین. شما بله ما چالش کلان بله، قرار بله، داریم بله. ما چرا شما ببینید شما فکر میکنید که جنگ ما جنگی که در افغانستان است، شروع جنگ منطقه‌ای تشریح کردیم بله. که ما میدان کدام نیابت بله. هستیم حال ضرور نیست که ما دوباره برگردیم جنگ امریکاست که باید نتیجه بتن برام واضح است. اما فکر نکنین که امریکا آمده با او استراتژی قلمی خود دوست استراتژیک خود از دست میده و دوست روزای جنگ سرد خود از دست میده. امروز شما بین ایران و پاکستان بیاین یک بحث باز کنین. پاکستان سلاح اتمی از این شهر به اون شهر، از اون شهر به اون شهر میره. کدام روز شما صدا شنیدین از امریکا که سلاح اتمی پاکستان در چی موقعیت است؟ اما هر روز به نام ایران فریاد میکشه که سلاح اتمی چیست. ما نباید خیال بافی کنیم. جنگ افغانستان یک جنگ فوق العاده پیچیده است با ابعاد قبلا ما تذکر دادم. صلح جنگ یک صلح جنگ بس صلح جنگ پیچیده است. یک چیز واضحه است که پیچیده است. چرا نمیرسین سعی کردن رئیس جمهور قبلی 20 مرتبه یا 21 مرتبه به امریکا سفر کرد یا نکرد؟ رئیس جمهور فعلی هم کامد 1.5 سال وقت مملکت به خاطر صلح با پاکستان به مصرف رساند یا نرساند؟ بله. نمیشد که ما اگر روزمره‌ای کار نکنیم، نمیشد که استراتژی 20 بار سفر رئیس جمهور قبلی را ما مطالعه میکردیم، بعد میامدیم 6 ماه را قربان صلح میکردیم، نه 1.5 سال قربان پاکستان، نه قربان سال، قربان پاکستان. شما دیدین که برای 1.5 سال که ما برای پاکستان برای ازی که ثابت کنیم که حکومت جدید و وحدت ملی آماده صلح هست با پاکستان، 1.5 سال را که ما به مصرف رساندیم برای امو پروسه صلح، چقدر شهید و چقدر شهید و کشته دادیم؟ برای یک هدف حرکت کردیم تا نتیجه بگیریم. چقدر شهید و کشته دادیم؟ اینو بگوین. یک دوم، وقتی که شما میگین برتان سوال برانگیز است که خب رسیدن به صلح بسیار پیچیده است، خیلی پیچیده نیست. اگر ما واقعا ادامه میدادیم، ما 21 سفر رئیس جمهور قبلی را انالایز میکردیم، تجزیه میکردیم، تحلیل میکردیم، بعد وارد صلح جدید از طریق دروازه حکومت وحدت ملی میشدیم، بعد باید 3 ماه وقت میدادیم با آزمونی که ما از پاکستان داریم، باید برش 3 ماه وقت میدادیم، 6 ماه وقت میدادیم. ما برای اینکه بر جامعه جهانی ثابت کنیم که ببینن که ما آماده صلح هستیم، 1.5 سال 2 سال وقت از این مملکت را صرف کردیم، داخل روز هم دیدن که نتیجه نداد. بسیار تشکر، ممنونتان. برمیگردیم آقای رشاد، ما چرا فرصت ها را دست دادیم؟ یا باورتانی است که ما فرصت ها را دست دادیم؟ در واقع ما فرصت ها را، یک قسمتی از فرصت ها را از دست دادیم. یعنی افغانستان کلا فرصت هایی که در پیش رو داره از دست نداده. ببینین کل مشکلاتی که امروز دامنگیر افغانستان شده مال یک دهه دو دهه قبل نیست. این مواردی بوده که ما صلح 40 سال آقای ظاهرشهر هم شاهد هستیم. صلح که بدون بسترسازی، بدون عنصرهای سازنده درون جامعه باشه، ما عینتهای جامعه را در نظر نگیریم، صلح پایدار باقی نمیمانده. ای افغانستان به در بهترین حالت تجربی ای را قرار داره که ما 40 سال صلح که حداقل ما هیچ جنگ با همسایه بین ذات البین خودم نداشتیم در زمان اعلیحضرت ظاهرشاه. ببینین عنصرهای اساسی است. اول بحث عدالت است. عدالت از نقطه نظر دانشمند و سازنده هر نهاد است، هر سازمان، هر اول در سازمان را در بنابی بشریش عدالت تشکیل میده. وقتی که افغانستان با اونان یک سازمان کلان نگاه بکنیم، افغانستان در صده های شاهد عدالت آنچنانی باشه نبوده. ما در چند سال یا در قبل از دهه 80 بیشتر نشستیم با گلوبالیزیشن، با پدیده های جهانی شدن همگام نبودیم. زمانی که خلا ایجاد میشه،
آفت هم باوج میشه. شما میل از اگر اولین بار سیل وارد شوه در تکایوی وارد میشه، چرا که اونجا خلا وجود داره. مصیبتی که در جهان، تحولی که در جهان ایجاد میشه، ممالک مثل ما از نظر فقر فرهنگی، فقر تعلیمی وجود داشته باشه، بیشتر در اینجا سرازیر میشه. چرا شما فکر میکنین ما خیلی دوست داریم حرف بزنیم که افغانستان دستخوش چند تا کشور بیرونی هست؟ شما یک مثال ما از کشور ترکیه برای شما ارائه میکنم که در 15 جولای سال گذشته کودتا صورت گرفت. کودتایی بود که سالها روی این مسئله کار شده بود که خونسا شد. چرا؟ دلیل چرا موفق نشد؟ چرا ترکیه را نتانستن سوریه ثانی بسازن، در حالی که در نقشه ترکیه هم جزء مثل سوریه باشه؟ دلیل اساسی که امروز مثلا کشورهای بزرگ منطقه دنیا نمیتونه ترکیه را به پا از پا در بیاره، بحث مدنیت و فرهنگ مردم است. صدها نفر زیر تانک ها خود انداختن تا اینکه کشور را نجات دادن، در حالی که از فقر اقتصادی گرفته تا فقر فرهنگی تا فقر فکری ما حاضر هستیم که در قبال هیچ مملکت به فروش بله. شما برسانید. شما دو مسئله زیاد اشاره کردین. مسئله اول پوره کردن کارهای خانگی حکومت وحدت ملی یا حکومتی که ما داریم، یا درست نتونستن از کارهای خانگی خود، کارهای داخلی خود خوب استفاده بکنن و از این فرصت ها را، چالش ها را به فرصت تبدیل بکنن. گپ دوم، صدای دومتان بر ملت بود که مردم به نام افغانستان یا این مردم به نام افغان نتونستن اون کارهایی که انجام بدن، نه هم مقصر هستن. در واقع ما بحث ما این است که کلیه مشکلاتی که حکومت و آقای اشرف غنی و عبدالله، نه بلکه حتی به حکومت کرزی اشاره بکنیم، اینا جنجالایی که وجود داره از نظر تاریخی اگه آسیب شناسی شوه. ما چرا آقای کرزی هم نتونست بیا مدیریت بکنه، با وجودی که در قدرت های بسیار بزرگ دنیا از او حمایت میکرد و حتی ما در 2003-2004 شاهد هیچ منازعات کلان در افغانستان نداشتیم، جنگ های کلانی در افغانستان وجود نداشت، چرا نتونست مدیریت بکنه؟ به نظر من برمیگرده به دو تا وضعیت. یکی مردم افغانستان هنوز هم با کلمه شهروندی نزدیک نشده، بحث اول. بحث دوم، حکومت های گذشته بنیاد های بسیار خرابی را در قسمت فرهنگ، مذهب، ملیت، تعلیم و تربیت گذاشتن. حتی ما چند دهه قبل در نصاب تعلیمی افغانستان دو بمدیست، جمع دو بمدیست مصاحبه چهار بمدیستی، اگر یک مجاهد چهار تا کافر بکشه از هشت تا چند تا میمانه. بله، اینا اگه فکرایی که ما از ریشه داریم و معمولا شما اشعار در ادبیات افغانستان ریشه خشونت دیده میشه، ما در اشعار میبینیم، یکی میاد در وصف تباری خود شعر میگه، هر کس در تبار خود وصف. اینا از جمله مواردی است که انسان ها از نظر روانی، ما از نقطه نظر جامعه شناسی بپردازیم، شما ادبیات خشونت داشته باشین، شما انتظار نداشته باشین که کشور سالس میاش برای شما صلح را تامین میکنه. ما صلح گزاره داریم، صلح و گذاره که ما در زمان آقای کرزه تجربه کردیم. چرا میخوایم با صلح و گذاره؟ ما میخوایم صلح و گذاره داشته باشیم. در جریان صلح و گذاره ما خیلی از مواردی است که ما میتونیم راحت برش بحث بکنیم. ببینیم، دهه جنگ داخلی افغانستان بزرگترین فرصت ملت سازی را بر افغانستان ایجاد کرد، بزرگترین فرصت. مثلا ما در مهاجرت قرار داشتیم، بحث جلسه بون که صورت گرفت، وقتی که آقای کرزی در رأس قدرت آمد اونجا، ما ملیت های مختلفی که چهار روز قبل با همدیگر مشاجره های زبانی می داشتیم، او روزی که در بون افغانستان صاحب حکومت نیم حکومت شد، بسیار زعیمی پیدا شد، همون روز برای 400 ما خندیدیم، رقصیدیم و گریه کردیم، همدیگر آغوش کردیم. یعنی به این مفهوم است که یک فرصت کلانی که در 2001 2002 2003 ایجاد داشت، باز با بازی های مشوبشک این حکومت باعث شد که این برتری جویی ها و تقدسگرایی های درونی این جامعه، باز مردم متوجه شد که اینا دارن چال میرن. برای وقتی که بیان بر مردم کار پیدا بکنن، رفتن برای زدودن احزاب سیاسی رهبرای سیاسی. بسیار سپاسگزارم. اجازه بدید،
ما یک از افراد حکومتی در یک زمانی از ما سوال کرد، چون من جزی از حزب سیاسی بودم، ما گفتن که چرا این حزب زیاد حمایت میکنه؟ بیا تو عدالت بکن، ما حزب رهبر و حزب حمایت نکنیم. کجای اطمینان وجود داره که زمانی که شما رهبرای سیاسی قومی را در صورت که حمایت نکنین، که یک زعیم ملی واقعی وجود داشته باشه که افراد درست همه مردم بالاش جمع شود. بسیار تشکر. و آقای غنی هم چنین فرصت را بعد از آقای کرزی داشتن. مردم هم که باید یک حکومت طولانی آنارشیسم در جریان ما داشتیم که در جریان آقای کرزی هم فساد در اوج خود رسید، خیلی معضلات کلان را ایجاد که حتی امروز پاداش این حکومت میپردازد. تشکر. و مردم آقای اشرف غنی را به یک دید دیگه نگاه میکردن. ولی یک رفت آمد کوتاه میکنیم، دوباره برمیگردیم بر شما بیننده های عزیز. یک رفت آمد کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. بیننده های عزیز، و حالا هم صدای شما از طریق فیسبوک آرنا نیوز، آقای ازغر نشتن که در پیوند صلح با کسی صورت بگیرد که وجود فیزیکی داشته باشد. دولت افغانستان همراه کدام گروه صلح می کند، در حالی که هیچ کسی به این نشست ها توجه نکرده و نمی کند. پس دولت بجای این که این همه مصارف را به خاطر عنوان صلح مصرف می کند، باید آن را مهار نموده آن گروه مخالف و تقویت نیروهای نظامی را به تقویت نیروهای نظامی هزینه کنند. آقای شکور میر نشتن، فکر می کنم اندونزی نقش سازنده را در گفتگوهای صلح بازی خواهد کرد. باید سفر رئیس دستگاه دیپلماسی آن کشور در افغانستان خوشبین بود، چون اندونزیا یک کشور بزرگ اسلامی و تاثیرگذار در منطقه است. آقای معتصم بالله مبصر نشته، ریشه های نرم افزار و سخت افزار ایدئولوژیک جریان طالبانیزم برمیگردد به کشورهای منطقه و فرا منطقه. عربستان، امارات، کویت، قطر، روسیه، ایران، چین و آمریکا از تاثیرگذارترین بازیگران در حوزه صلح و جنگ افغانستان به شمار می روند. بنابراین اندونزی جایگاه تاثیرگذار ندارد. آقای سمیر خان نشته، پاکستان و ایران که نخواهد، تمام دنیا اگر صلح بخواهد بیفایده است. آقای هیرو آیتو نشته که چرا ریاست معرف شهر کابل ماش حق زحمه چنین ماهای معلمین را نمی پردازد؟ صلح بیفایده است برادر. خانم نیلوفر، شما پیشنهادتان امو دروازی دیپلماسی صلح و همزمان فشارهای جنگ، در حالی که یک دروازه هم بر شما در 17 سال گذشته باز نشده به خاطر صلح. فکر نمی کنین مؤلفه ها یا میکانیزم صلح که حکومت افغانستان یا دولت افغانستان که شما هم هستین در این شمول درست نریختن؟ ما موافق هستم در این بخش با شما، اما چیزی که بسیار مهم است، ما میگه نمیتونی که از همسایه ها همسایه را تبدیل کرده نمیشه، همسایه انتخاب خود انسان ها نمیباشه. ما دو همسایه داریم که اونا هستن و ما نباید منکر باشیم از بودن از اونا. و دلیل عمده جنگ هم که باز بود داخلی خارجیش حساب کنیم امین ها هستن. ما چرا از رای دیپلماسی به طریقی نمیریم که تا جای کشدار و مریض نگاه کنیم؟ مثلا ما باید کشور هنده، یک روز مصاحبه آقای پرویز مشرف هم میشنیدم که با چی دیدگاهی آمده بود سر ما فریاد بکشید که هیچ نوع حق را نداشت، ولی ملامتی ما را با هند در یک بخش آمد وضاحت داد که چرا در ننگرهار قنسلگری داره، چرا در قندهار داره و امثال از اینه. این ما بخاطر یاد میکنیم که ما باید هند وادار بسازیم که برای سرمایه گذاری برای سال وارد شود، نه ای که برای امو جنگ نیابتی را به حساب بگیم سریع بسازه، بلکه وادار ساخته شد و برای زی که برای سال مصارف خود بته و برای سال بیای کار کنه، که متاسفانه ما امتر یک وضعیت نداریم و ایر نمیتونیم که کار کنیم. یعنی وقتی که ما همسایه مثل پاکستان داریم و دایش هم هنده است، ما باید سیاست به یک رقم در توازن نگاه کنیم که بتانیم 1% به طرف
رسیدن به صلح هم قربانی خود نسازیم. ما باید او طرف هم فشار بدیم، این طرف هم. اما قسم که استاد گفتن ما بهترین فرصت ها برای فشار آوردن داشتیم، اما ما ظرفیت استفاده از او فرصت ها را نداشتیم متاسفانه. ای دیگه برمیگرده به دههای دور دراز که از گذشته تا حال. وقتی که نزدیکی ما با هندوستان زیاد میشه، ما باید غرامت به پاکستان بپردازیم بسیار شدید. خب آل رای یک راه بیرون رفت با پاکستان چی است؟ ما باید امو دیپلماسی خود در نظر بگیریم، نه بدون شوری شور، نه بدین بینمکی. نباید ما اوقدر هند موقع بتیم که بیای امو وضعیت سال یا آرامش ما را به خاطر اغراض از اونا با هند و پاکستان تحت تاثیر قرار بتیم، نه ما آنقدر به پاکستان بریم جزیه بتیم که ما اجازه بگیریم از او که رابطه دیپلماسی ما با هند تا چی سرحد باشه. خوی برمیگرده برای خود ما که ما باید همی ظرفیت داشته باشیم که متاسفانه تا مثلا دولت یا سیاستیون باید مانع جنگ نیابتی شد. بله، یک چیز دیگه که یک کمکی طرف هم برگردین، وقتی که شما از آینه که وقتی که شما تمام سیاست خان میلوفر، وقتی که تمام میکانیزه های سیاسی شما از آینه که پاکستان دیده میشه، وقتی که وردوی شما وقتی که ساخته شد بر مبنای گفته های پاکستان در بن ساخته شد، پس امو تضمین کجاست که ما باید یک قاعده را وضع کنیم که توازن بتیم 50% با هندوستان 50% با پاکستان؟ 50% نه، ببینین جنگ، ما میدان جنگ هستیم یا نه آقای اسرت؟ وقتی ما میدان جنگ هستیم، او طرف فشار دشمن است که مو چالش است که اشاره شد، این طرف هند است که فرصت است. اگر ما بیایم با یک ظرفیت، با یک خرد سیاسی، با یک قوت داخلی وارد شویم، باور کنین ما، شما ببینین وقتی که رای ترخم بسته شد، مسدود شد، ما کوچکترین چی را احساس کردیم ضعف مدیریتی را در بخش مواد غذایی و امثال از اونا، که پاکستان خودش بزاری شد که چون از رای ترکمنستان بر ما تمامی مصارف وارد شد، بزاری شد که بیاید دروازه را باز کنه. اینا نقاط است که یک مثالش است. ما در مورد آب ایران، آب و زد و بندای ایران، شما ندیدین که چه قسم موقف گرفت کشور ایران از امو ترس و حراس که داشت؟ اگر ما بیاییم از داشته های خود به عنوان اعمال فشار استفاده کنیم، ما ناتوانی های به او سرحد که فعلا ما تمثیل میکنیم نداریم. چرا نمیاییم؟ ولی چرا نمیاییم؟ پیشتر استادم اشاره داشتن، ما هم تاکید میکنم، ما انوز از جنگ قومی داخل شورا رو میبینیم، حکومت هم میبینین، جوانی که به فارسی صحبت میکنه یا به پشتو صحبت میکنه یا به ازبکی صحبت میکنه یا آزارگی، هنوز هم پذیری ندارن. در یک اداره امتحان گرفته میشه، در امتحان 20 نفر کامیاب میشه، هر 20 نفر از قوم هزاره کامیاب میشه. امی پروسه استاپ میشه، توقف میشه، به خاطر که کلش چرا هزاره آمده. وقت ما هنوز در اینی مرحله نرسیدیم که شایسته سالاری را اصل بانیم، کسی که درس خواند برش موقع بتیم، کسی که متاسفانه در جنگ است و از درس عقب مانده، نمیشه که یک آدم بی سواد بیاری برش امو فرصت را بده که کسی که مثلا 16-17 سال درس خوانده. این یک مسئله است. مسئله دوم، ما انوز در یک وضعیتی هستیم که شما میبینین که سالانه چقدر طبقه و ناز از سمت جنوب ما فارغ میشن. این برای ما به عنوان یک زن قابل قبول نیست، به عنوان یک مادر قابل قبول نیست. برای دختر که از اوجه فارغ نمیشه، من درد میکشم که بالای از او استبداد است. هنوز او از حقوق اولیه زنانه ای خود نمیفهمه، ولی امیش از اونجا که از هر طرف که انتحاری میایه برچسب داده میشه که اینا در این وضعیت هستن. حکومت ها از صلحی که قدرت سیاسی خودشان در خطر بیارن میترسن، آماده نیستن که به صلح برون که خودشان متضرر شون. آیا نمیشد با اقدر جنگ در جنوب مثلا ما سر ایجاد مکاتب کار میکردیم، سر پول را که مصرف میکردیم برای ازی که صلح بیاریم، برای مکاتب، برای دانش، برای علم مصرف میکردیم؟ شما با ما حتما موافق هستین منیسی جوان افغان، و اینا درد است که ما میکشیم. ما چی وقت قوی میشیم؟ شما چی فکر میکردین که قاچاق که در ولایات میشه برای کی موثر است؟ چقدر جلو قاچاق گرفته شده، چقدر جلو کشت ازی گرفته شده، چقدر شما میفهمین که در سرحدات ولایت های سرحدی، در سرحدات کیها قماندان های سرحدی هستن؟ همه جاسوسین هستن، همه در مواد مخدر در انتقالش دست دارن. شما تا زمان که ما چالش های داخلی خود بر شاکم نشویم، از ملیت ها به ملت شدن نیاییم، سر واژه و کلمه جنگ ختم نکنیم، ما یک دگه خود پیدا نکنیم، قوی نشویم، بر ما دگه کشورها خیرات نمیتن. خب پس این از توان حکومت افغانستان دور است؟ چرا نیست؟
هیچ به هیچ صورت دور نیست. شما بیاین در حکومت تعیینات ببینین، از هر دو طرف هم میگم، هم از طرف دکتر سب اشرف غنی، هم از طرف دکتر سب عبدالله. برای دکتر سب عبدالله ملاقات میخواد، کسی که از تیم و تنظیمش بود برش وقت میده، کسی که از تیم و تنظیمش نبود برش وقت نمیده. ای از دست کسی را ما و خودت به عنوان یک شهروند خراب کردیم. بیاین اتحاد و اتفاق شهروند افغانستان برین در کوچه مندهی ببینین، در یک دیگه بخار چهار رقم چیز از چهار قوم مندازن پخته میکنن، میان سرسرک میشینن میخورن. ولی مشکل کلان بین ما سیاسیون است. ما فساد اداری چقدر با فساد مبارزه کردیم؟ یک کس میایه فساد به سطح میکنه که دو چند قدش غرق است، هنوز آمده از یک چوکی حکومت استفاده میکنه، حکم فرمایی میکنه. یک کسی که به اندازه که من به هیچ صورت توجیه نمیکنم هیچ نوع فساد به هیچ اندازش، ولی عدالت نیست. یک کسی که اصلا 0.5% از او شخص سو استفاده نکرده به نام از اینکه ما با فساد مبارزه میکنیم مثلا بندی میشه و جزا میبینه. تا زمانی که عدالت اجتماعی رعایت نشود، تا زمانی که ما از ملیت بودن ملیت ها به ملت نرسیم، تا زمانی که ما اکثریت و اقلیت بر اساس دانش و وطن دوستی تعریف نتیم، این کشور تا نیست که سال هفته برای ما ایندونیزیا را یک تشکر. ممنون. و ما به طرف چی بریم؟ ما به یک اجماع ملی ضرورت داریم بیادر، ما به رزی ضرورت داریم که باید تاریختان باز اجماع ملی چی است که بر میگردیم؟ آله هم یک وقفه کوتاه داریم، باز وقفه بر میگردیم. بیننده های عزیز، موضوع بحث ما در مورد صلح و جنگ افغانستان است و مهمانان من در این بحث خانم نیلوفر ابراهیمی عضو مجلس نمایندگان و آقای رشید رشاد آگاه سیاسی و استاد دانشگاه. آقای رشاد، جنگ که روان است در افغانستان، فکر میکنین ما شریک جنگ هستیم یا ابزار بر جنگ هستیم؟ گپ دیگه ای که شما با در لابلای صحبتتان که ما مداخله نکنم در صحبتتان جواب بگوین، چرا ما از عینک پاکستان دیده میشیم یا کشور کمک کننده بزرگ مانند امریکا ما را از عینک کسی میبینه که بر ما مشکل ایجاد میکنه؟ خب اولین سوال شما با یک جواب ختم میشه. ما ابزار هستیم. ما قطعا شریک نیستیم با جنگ، ابزار هستیم در واقع. و بحث دوم برمیگرده که ما چرا در جریه از عینک حکومت پاکستان ما دیده میشیم. آنچنان که تاریخ باید به درد ما میخورد که نخورد با 6000-5000 سال تاریخ، حکومت مثل از 5-6 دهه بیشتر نمیگذره مثل پاکستان که امروز مدیریت سیاسی افغانستان به عهده میگیره تا اقتصادی شه. دلیل عمده ایش که در جریان تجاوز قشون سرخ پاکستان فعالترین کشوری بود که از جنگ افغانستان سود کلانی را برد و صادقانه یک شریک جدی امریکا شد در شکست دادن روسیه. تا امروز هم امریکا به دلیلی که سرمایه‌گذاری های بیشتر کرده، ترنینگ های بیشتر به اونجا برگزار کرده، منابع بشری مالیش در پاکستان مصرف شده، علاقه من به این است که به این زودی ها پاکستان را به عنوان یک دشمن بر خود خطاب بکنه. هنوز هم شما ببینید که در یک در باز میکنه، یک راه را برای پاکستان باز میکنه که به عنوان یک شریک خطاب میکنه. گرچند در اواخر علایق امریکا با هند بیشتر شده، اما از تای دل نه، بس این است که با دل با هند کدام مشترکات مذهبی، فکری و ایدئولوژیکی داشته باشه. به عنوان یک ابزاره که پاکستان را تهدید بکنه، اگر در صورتی که توی را انتخاب نکنیم، ما شریک خوب قدرتی ما در منطقه هند خواهد بود. بله، باورتان این است که این خواهد دانست در منطقه بدیل جایگاه پاکستان خواهد بود؟ قطعا نمیتونه به عنوان یک بدیل کلانی وجود داشته باشه. ما چون فرصتی که پاکستان داره هند نداره. ما هم مرز هستیم. هند از یک راهی دشوار وارد افغانستان میشه و به این لحاظ پاکستان و روسیه، این دو کشور بیشتر در افغانستان هنوز هم حاکمیت اسلام نفوذی خود داره، هنوز هم نفرات بزرگ خود داره، استخباراتش فعال است. ولی هند در تاریخ افغانستان شاید دخالت در مسائل استخباراتی حکومت افغانستان نبوده، با اونان یک دوست محافظه‌کار افغانستان بوده، با اونان یک دوست تلقی شده و آنچنانی که بعد هند در اینجا مداخله میکرد و افراد خود برمیگاه ماشت،
نکرده و پاکستان شما میبینیم که قسمت اعظمی از مردم افغانستان در پاکستان مهاجر هستند، اونجا به نحوی زیر دست ترنینگ های پاکستان قرار داره. امروز سابق به نحوی ما جهاد را رد نمی کنیم، جهاد یک بحث جداست که از این جهاد استفاده کردن به دلیل فقر فکری و فرهنگی اقتصادی افغانستان، و پاکستان این جهاد را بیشتر به نفع خود تمویل کرد، به نفع خود رقم زد. شما در جریان جهاد اکثری رهبرایی که امروز افغانستان را به مدیریت میخواهم مدیریت بکنه و داره مدیریت میکنه، دست پروردی پاکستان بوده در مدتی زیادی، و امروز تایش داعش و طالب دو گپ هم بگوین که آقای ارشاد فکر نمیکنین امریکا بعد دست پاچگی رو برو است هندوستان پیش میکنه، وقتی که از هندوستان نتیجه نمیگیره به دامن اندونزیا دست مندازه، وقتی که اندستان نمیتونه نتیجه بده، پس اندونزیا چی کرده میتونه به افغانستان؟ شما دست انداختن بر اندونزیا با مفهوم چشم پوزی از پاکستان و حتی هند نیست، به دلیلی که دولت امریکا تحت فشار مردم و افکار جامعه جهانی قرار گرفته که افغانستان بزرگترین سوال بر امریکا است که چرا در اینجا صلح تامین نمیشه، چرا امریکا موفق نیست. به این دلیل برای که دوست قدیمی شریک قدیمش یک تنبیه بکنه، کشور مثل اندونزیا و با هند دست باز میگذاره که در افغانستان کار بکنه. به نظر من دست باز شدن امریکا ناشی از فعال شدن روسیه و چین هست در منطقه. شما ما در شاهد ما در 2003 2004 الی 2008 ما شاهد حتی در سرخط خبرهای روسیه چندان افغانستان مطرح نبود، هیچ چیز خبری در میدیاهای روسیه از افغانستان مطرح نمی کردن، و افغانستان یک کشور تقریبا فراموش شده بود. درست از نظر استخبارات هنوز هم علایقی داشت، ولی در اذهان دولت مردای روسیه و مردم روسیه افغانستان یک کشور فراموش شده بود. امروز ببینین که در هر جایی که پوتین میره ورد زبان پوتین افغانستان است. به این لحاظ به دلیل پاکستانه، یک پاکستان کشور پرقدرتی نیست که امریکا را بتونه تهدید بکنه، اما داشتن پتانسیل هایی که در پاکستان وجود داره، بنیادگرایی و بمب هسته‌ای که وجود داره، اینا میتونه از طریق بنیادگرایی بزرگتر بشه. تشکر کوتا، اگر راه حل بجوییم و پیدا بکنیم و نتیجه بگیریم از بحث ما چی خواهد بود؟ راه حل داشتن دیپلماسی فعال که بتونه همونطور که ما را مصرف ساختن، ما دیگر را بتانیم مصرف بسازیم، که داریم یا نداریم، که متاسفانه ناکام هستیم در قسمت انسجام ملی که از طریق اعتماد سازی که مؤلف های خاص خود دارد، از تعیینات گرفته دار بحث های دیگه مردم افغانستان یک مقدار، من نمیگم که حالا دیگه کلاگ دست بالاش نشسته، یک مقدار آگاهی سیاسی و اجتماعی میخواد که زعیم آینده خود درست‌تر تعیین بکنه، گرچه فقر نمیگذاره که ما زعیم ملی معیاری داشته باشیم و خواست که به ارزش‌های جهانی و برابر باشه، این فقر اقتصادی هم نمیتونه. و این از جمله مؤلفه است که بیشتر ما در زیربناهای خود بیشتر کاریابی را ترویج بدیم که مردم از نداشتن کار بیشتر تشکر در صفوف مخالفین بیشتر ممنون. خانم نیلوفر، رای حل شما چیست؟ ما فکر میکنم خودسازی، اولین اشاره ما به طرف خودسازی است. ما باید خود بسازیم. مردم ما میگین؟ منظورم از مردم، حکومت، ملت، دولت میباشه که ما تا زمانی که خود قوی نسازیم، و ما تایید میکنم صحبت های استاد که در صورت ما قوی میشیم که ما بیکار کم داشته باشیم، فقیر کم داشته باشیم، اجیر کم داشته باشیم، جاسوس کم داشته باشیم، و بحث مو دیپلماسی که بحث صلح و بحث جنگ است، که صلح از طریق دیپلماسی رو باید با مو میارایی که ما در موقعیتی که قرار داریم رعایت کنیم، و جنگ هم با مو قوتی که نباید صلح از رای تضرر بریم، که ما در جنگ هم باید از قوی باشیم، برنده باشیم، تا دشمن به طریقی تسلیم شدن به ما روح بیاره، نه به طریقی ازی که ما تضرر میکنیم. و اجماع ملی میارای خود داره، و اجماع ملی همویست که ما باید از ملیت ها به ملت شدن بریم، که بسیار رای دراز اصل کردم این را بسیار طولانی است. بسیار تشکر خانم نیلوفر ابراهیمی، از مجلس نمایندگان، و آقای رشید رشاد، بسیار خوش آمدید برنامه. بیننده های عزیز، از شما هم تشکر که داییدن با ما بودین. برنامه همین قدر بود، تا برنامه دیگر شما را به خدای کریم رحیم می سپارم. الله یار مدد کردم.